آقا 10 تا گل زدی به استقلال، یکی از رکورد داره گل زدن به استقلالی، کدوم گل بیشتر چسبید به؟ والا همشون چسبیده به هم. کدومشون مثلا استیلازینه صنعت نفته که دیگه تعویض شدی اومدی زدی؟ و گلایی که به استقلال زدم، خب هم استیلازین به قول شما خوب بود، هم فولاد که فولاد کردی، فکر کنم گل زدم تو 2 سالی که فولاد بودم و کلا همشون خوب بودن. حالا به من خیلی اهل کره خونی نیستم. عالی. خدمت درس شد که دیدم مصاحباتو گفته بودی خیلی سخت رشته پرورشند و این رژیم نگرداشتن. بدنسازیه خیلی سخته یا فوتباله و حالا اون حواشی که حالا هستش و اون فشاری که روی فوتبالیست هست؟ ببین به نظر من خب قطعا ورزش انفرادی خیلی سخت‌تر از ورزش گروهیه و مخصوصا رشته بدنسازی. حالا من خودمو جزی از بدنسازا نمیدونم، یعنی کسایی که به صورت حرفه‌ای کار میکنن نمیدونم. من آدمی هم که سالا ورزش حرفه‌ای کردم، الان هم اومدم دارم بدنسازی رو شروع کردم و اینکه یه آدم خیلی کوچیکی هم توی بدنسازی، حالا توی این رشته، حالا بدنسازی هم که نه فیتنس، چون فرق میکنه پرورش اندام با بدن با فیتنس، ولی واقعا سخته. یعنی من واقعا بعضیا توی خیابون مثلا یه سری بدنسازا رو میبینن طرف هیکلش درست میاد، من هم با آمپول اینجوری میشم، اصلا امکان ندارم همچین چیزی. من واقعا متوجه شدم که خیلی کار سخت و بزرگی انجام میدن بدنسازا. من 45 روز رژیم بودم بدنسازی کردم. اینا هم تنها تمرینشون نیست که روزی 2-3 جلسه انجام میدن، غذاشون هست، از خانوادهشون باید بزنن. وقت دوران رژیم دوران بسیار سختیه، همش عصبی میشم. من خودم تا حالا تو زندگیم به بابام تو نگفتم، فقط گفتم شما. تو این 40 روز 10 بار دعوام شد با هم دیگه، انقدر که عصبی بودم. و مثلا خب غذای مغز قنده، شما وقتی رژیم میگیری دیگه قند باید تعطیل بشه. خیلی سخته، خیلی خیلی. یعنی من چند تا مصاحبه هم انجام دادم، توی مصاحبه هم گفتم دمشون گرم بدنسازا، من از این به بعد هر بدنسازی رو ببینم بهش کمال احترام میذارم. نه چه روحیه خوبی. آقا یکی از بدشانس ترین های پرسپولیس بودی، یعنی اومدی ربات صلیبی دادی، من دقیقا یادمه فکر کنم اووردی زانوتو پیش خانم محمدی نشون بدی فیزیوتراپی استقلال، میگفتی نه صدا داد نه پیچید. نمیدونم چرا میگین ربات پاره کردی، دقیقا یادم اونجا. آره من خب از زمان فولاد یه مقدار آسیدگی رو ربات هم بود و توی این از زمان فولاد تا پرسپولیس 5 سالی طول کشید. مثل اینکه به مرور زمان این اتفاق افتاده بود و وقتی که پاره کامل شده بود خیلی من احساس نکردم، ولی خب متاسفانه بله، به نظر خودم من یکی از بدشانس‌ترین فوتبالیستای تاریخ ایرانم. چرا؟ چون یکی اینکه فوتبال رو دیر شروع کردم. به نظر خودم اگر فوتبال رو تو سن 15-16 سالگی شروع میکردم شاید 100 تا بازی ملی داشتم. رضا یه سوالی ازت کنم، گل زدی به ملوان خیلی، یعنی بعد از اون خبر پارگیه رو شنیدی، یه اتفاق عجیب برات افتاد. آقای درخشان فکر کنم اوساگونا بود اگه اشتباه، نه اوساگونا نبود، یه بازیکن آفریقایی بود خیلی هم اضافه وزن داشت، شماره اسمتو از لیست آقای درخشان در آورد، ایشونو گذاشت. راجع به این زیادم صحبت نکردی، حالا میخوام که ای بشه. ببین من با آقای درخشان که صحبت کردم به من گفتن که شما برو پات خوب کن من میخوامت. من هم دیگه رفتم برای درمان پام و خیالم راحت بود که با ایشون صحبت کردم اوکی از همه چی، ولی خب نیم فصل که شد گفتن که من باید اسمتو از تو لیست در بیارم و بازیکن جایگزین شما بکنم. گفتم من آقای درخشان من 4 هفته دیگه میرسم، یعنی نیم فصل تموم شد 15 هفته است، من 4 هفته نهایت 5 هفته دیگه میرسم، 10 هفته میتونم بازی کنم برای تیم. اینم بگم شرایط تیم خیلی بد بود، تیم تا آخر جدول بود. آره ممکن هست اوج کارهای سوشامکانی هم بودش فکر کنم، فشار روی آقای درخشان زیاد بود، ولی
ایشون به من قول داده بود و منم میتونستم بازی کنم، ولی خب متاسفانه دیگه اسم علیس در آوردن. حالا اگر اون صحبتایی که آقا نمیدونم درصد قرار داد و این چیزا دخیل نبود اون بازیکن خارجی که آوردن و گفتن حالا بحثای دلالی و ایجنتی و خدا میدونه، من هیچ اطلاعی راجع به این مسئله ندارم، ولی از این ناراحت میشم که کسی که اومد جای من حتی یه بازی هم برای پرسپولیس انجام نداد، ولی اگر مثلا بود و نبود اون با من هیچ فرقی نمیکرد تا زمانی که من مصدوم بودم، ولی من خوب میشدم خیلی شرایطم فرق میکرد، اصلا ممکن بود زندگی فوتبالی من این نشه که من بخوام از پرسپولیس جدا شم بعد برم سایپا موفق نشم مصدوم بشم و این داستانا برام بیفته. من اگر این اتفاق برام افتاد شاید الان تا 35 سالگی هم تو تیم پرسپولیس بازی میکردم با توجه به توانایی که داشتم، ولی خب نشد دیگه. اون از این میگم ناراحت میشم که اون بازیکنی که اومد جای من حتی یک بازی هم برای پرسپولیس انجام بازی نکرد و یه ذره بود بعد تا کردن تیما، یعنی تو فولاد هم که بودی آقای گلشون شدی، بعد که حالا زانوت خراب شد من یه مصاحبه ازت دیدم گفتی حتی یه زنگ هم به من نزدن. حتی نه یه زنگ به من نزدن، بلکه منو قراردادمو تمدید نکردن، اصلا هیچی، اصلا انگار نه انگار که مثلا من 2 سال برای این تیم 40 تا گل زدم، این همه زحمت کشیدم، فارغ از این که من بازیکن همون شهرم، من خوزستانی ام، من متولد اهوازم، یعنی من متعلم اونجا خونه من بود، ولی یه جوری با من تا کردن که انگار مثلا من در واقع غریبم اونجا، یعنی حتی به من نگفتن آقا حالت چطوره، حتی اصلا یه واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا هر وقت یادش میفتم انقدر ناراحت میشم که از فوتبال زده میشم. بخیر حیف باشه، رضا نوروزی بازیکن فوق العاده بودش که یه ذره دیر اومدی رو اسما رو نام ها، از استیلازینه خیلی اسمت افتاد سر زبون ها، ولی یه جورایی هم میشه گفت خیلی زود رفتی، یعنی همه بازیکنی که 24 تا گل بزنه تو لیگ برتر حالا باید میتونستی همین الان هم با این شرط جسمانی فکر کنم بازی کنی، ولی بدشانسی رو بردی. آره دیگه، من دیگه توی نفت آبادان که بودم دیگه توی سن 33 سالگی هم بودم، یعنی هنوز جا داشتم، یه آسیب دیدگی برام به وجود اومد که مجبور شدم، یعنی تمام دکترها گفتن که بهتره بذاری کنار چون در دراز مدت باعث میشه که حتی نتونی راه بری، و من متاسفانه مجبور شدم علارغم میل باطنیم بذارم کنار فوتبال. مربیتون اونجا یه بوره فکرم نادر دستشان بوده، اشتباه نکنم الان میگن خیلی حالش بده تو کماه، حالا صحبتی داری؟ بده، من با تمام قلبم دعا میکنم، آرزو میکنم که انشالله هرچی سریعتر سالم و سرحال کنار خانواده و فوتبالش ببینیمش. فوتبالیست های جوانی که حالا میبینن سرنوشتو میخونن و این بیمهری ها رو میبینن، چه صحبتی داری برای اینا که حالا این اتفاقا برای این عزیزان نیفته؟ من میگم به فکر خودشون باشن، به فکر آینده خودشون باشن، تمام تلاششون رو برای خودشون کنن، چیزی برای کسی انجام ندن، به خاطر کسی کاری رو انجام ندن. من به خاطر آقای دکوردی موندم تو فولاد، قرارداد 1,300,000 دلاری رو ول کردم، به خاطر رفاقتش با پدرم موندم تو فولاد با 300-400 میلیون تومان، بعد آخر فصل اون رفتار رو با من کردن بعد از پارگی ربات، که اگر من تو اون سال اون فولاد نبودم فولاد میرفت لیگ 1، من 10 تا گل زدم، 8 تا گل 3 امتیازی زدم، باز تیم 14 شد. به فکر خودشون باشن آقا جوونا، فقط به فکر خودتون باشید، تمام تلاشتون رو بکنید، تمام زندگیتون رو بذارید که پیشرفت کنید برای خودتون و خانوادتون. خیلی دل پوری در رضا نوروزی معلومه، ولی خب میگم دیگه یه وقتایی کارهای باهاش کردن که عملا همون پهلوان زنده رو عشقه خودمونه، که حالا امیدواریم که این مسائل تکرار نشه. و میگم خیلی حیف شد، من یادم آقای دایی هم خیلی ازت تعریف میکرد وقتی که اومدی پرسپولیس، یه فوروارد شیشلنگ فیزیکی فوق‌العاده، ولی نشد که بشه. خب باعث افتخار منه که علی آقا راجع به من صحبت کنه یا بگه که من خیلی خوب بودم. بله، من با خود علی آقا هم صحبت کردم، با هزار امید و آرزو اومدم پرسپولیس و با تمام وجود اومدم، ولی خب متاسفانه میگم حسرت بزرگ زندگیم همینه، یعنی تنها چیزی تو زندگیم که اگر بهم بگن برگرده
میگم فرصت حضور تو پرسپولیس باشه دوباره برام. حیف باشه پیام صادقیان هم همون واسه با خودت بود، ولی پیامم راجع پیام بگو، اصلا اون استعداد، اون نبوغ، اون فوتبال ناب یه دفعه معف شد. پیام متاسفانه درگیر حواشی شد خیلی، منتها از نظر فوتبالی بسیار با کیفیت بود. همه میگفتن یه علی کریمی دوباره ظهور کرده تو فوتبال ایران و باورتون نمیشه، من خودم هنوز که هنوز خب خیلی باهاش دوستم، هنوز که هنوز حسرتش رو میخورم که یه همچین فوتبالیستی با اینقدر توانایی بالا حیف باشه که سالها تو فوتبال ایران تیم ملی لژیونر نشه. واقعا حیفه، به نظر من حیف شد پیام صادقی. با علی کریمی همبازی بودی، اومد تو انتخابات رأی نیاورد و حالا گفته میشه احسان حاج صفی هم حالا رأیشو دیگه عکاسا عکس گرفتن که با آقای آجرلو رأی داده بود، در صورتی که حالا خیلی هم با علی کریمی دید و روبوسی کرد اون اولشو و همه فکر میکنن دیگه کاپیتان تیم ملی ما به عنوان رأی که کاپیتان میخواد بده به یه فوتبالی رأی بده، علی کریمی رأی نیاورد. به نظر من طبیعیه که علی کریمی رأی نیاره، بالاخره اگه علی کریمی رأی بیاره یه سری اتفاقات میفته توی فوتبال ما که ممکنه به خیر به کام خیلی ها نباشه دیگه، خودتون بهتر میدونید من چی دارم میگم. و در رابطه با احسان های صفی هم حالا دیگه بالاخره رأی داده دیگه، حالا نظرش بوده دیگه، شاید به نظر اون میگن که نظر شخص نباید باشه، بعد به عنوان نماینده از ملی پوشا رأی بده که حالا اونو دیگه اگر اینجوریه که دیگه باید ببینیم ملی پوشا نظرشون چی بوده که قطعا علی کریمی بوده دیگه. دست شما درد نکنه، صحبتی داری خوشحال میشیم و ممنونیم از این وقتی که به ما دادید. میکنم فقط آرزوی موفقیت دارم برای تمام ملت ایران.